این تکنیکیه که روزی که فهمیدم زندگی معامله گریم تغییر کرد هم تیپی مو فهمیدم هم فهمیدم کجا بخرم هم کجا بفروشم باید به اشتراک میذارم و کاریه که خیلی از بچه ها برعکسشو انجام میدن خیلی از تریدرهایی که طی این سالا باهاشون کار کردم دقیقا دارن برعکس این کار انجام میدن و زبانی که براشون توضیح میدم تازه متوجه میشن که کجا باید ترید بکنن کجا باید چه کاری انجام بدم و اون موقع است که تازه دوزاریشون به قول معروف میفته که کجا بخرن کجا بفروشن اما یه عادتی شکل گرفته که این عادت نیاز به تغییر داره من با خیلی از بچه هایی کار کردم که زمانی که قیمت داره حرکت میکنه میره بالا به سمت ناحیه این که چجوری این ناحیه رو گذاشتم کاری نداریم توضیحیه که اگه دوست داری تو کامنت اول تو آموزش یوتیوب میتونی تماشا بکنی آموزش های بیشتر نحوه ناحیه گذاری استانداردار رو گذاشتم اگه از طریق اینستا هم تماشا میکنی کلمه ناحیه رو کامنت بکنی برات اصول ناحیه گذاری خیلی ساده میاد این دو تا ناحیه رو داریم فرض کنین قیمت داره حرکت میکنه معمولا با از اینجا شروع میکنن خرید کردن برای رسیدن به سقف کاریه که اتفاقیه که خیلی میبینیم یه قیمتی حرکت میکنه به یه سمتی کم کم با میان خب ما توی استراتژیمون سناری شماره چهار رو داریم زمانی که قیمت نفوذ میکنه که تو این کیس به نظرم باید زمانی حداقل بایر باشیم که فول بادی بریک اوت رو میبینیم که البته یه تئوری داریم از وارن بافت که به ما چی میگه میگه از بالا به پایین اون جایی بفروشین که بقیه دارن طمع میکنن زمان شکست اینجا جاییه که فوموه جاییه که معامله گرا خیلی ها دنبال دیدن یک کلوز کندل بالا اینن که وارد معامله بای بشن یا خیلی ها از قبلش در انتظار خریدن یه چیزی شنیدن مردم عادی به صف کشیده شدن اما ما میدونیم داریم یه رنج رو میبینیم میدونیم که جای خرید ما روی این چارت این کفه چرا؟ چون ناحیه گذاری شده چون اردره اونجاست چون ناحیه پایینی ماست اگه قیمت بخواد حرکت کنه اول این پایینی رو میگیره در صورت اون بالایی ما میتونیم ترید بکنیم که اونجا سناریو در واقع جمع شدگی رو دیده باشیم یا فالس بریک اوت از کف دیده باشیم اما نکته مهم این بالا چیکار میکنه اکثر بچه‌ها میان سناریو سه رو یا فالس یعنی ب... در واقع شکست رو یاد میگیرن میان اینجا دنبال یه دونه کندل فول بادی بریک اوت میگردن اما دقیقا این کاریه که نباید انجام بده یعنی اینجا به هیچ عنوان نگاه کنین نشانه های برگشت رو که بدونین الان این کندل باز ضعف بسته شده ضعف بایر کندل بعدی بعدش در واقع دل اون ضعف بسته شده پس بایر اونقدر قوی نیستن داره نشونه به میده نمیگیم نشونه های برگش اما داره نشونه میده بایر نباشیم دوباره ببینیم بایرها یک بار دیگه تلاش میکنن یا نه معمولا میتونن بایرا چندین بار تلاش کنن این میتونه حرکت اصلی باشه که بره برای جمع شدن این بالا دوباره چون این بالا داره به ما ناحیه میده پس قیمت میتونه خودش رو برسونه اونجا صبر میکنیم این چیزی که بهت میگن صبر اما تکنیک تکنیکش رو بهت میگم یه روش فوق ای داریم به نام فالس بریک اوت نگاه کنین قیمت اومد بالا اگه بخوایم بگیم این فول بادی بریک اوت که خیلی فول بادی بریک اوت نیست اصلا علاوه بر این که ما بایر نیستیم اینجا تو این کانتکس کاری هم نداریم روند قبلیش چیه چون نزولی من بایر نیستم نه چون کف و جمع نکرده من بایر نیستم این بالا باید بیاد پایین رو بگیره اول این نکته طلایی از بالا به پایین ترید میکنیم الان داریم آماده میشیم تو نشونهای برگشت داریم اولین نشونه برگشت تقریبا خوب بوده دومی نشونه برگشت حمایت بوده زیر کندل فول بادی بریک اون بسته شده و ببینیم آیا سومین نشونه برگشت هم داده یعنی اینجاها دیگه سلرا گرفتن تو دستشون سلرا گرفتن پس بازار داره آماده میشه برای چی؟ نگاه کنین هر موقع دارین ناحیه میبینین یا عالم تجمع نواهی اینجا رو میبینین قیمت میتونه ریچ بکنه اینجا برسه به اینجا اول اینو بگیره بعد بره یه های بالاتر بزنه حتی اگه سعودی باشه تو این کیس که به نظر من کاملا قیمت میخواد بیاد کف پایین رو جمع بکنه حالا میتونه بر اساس این دیده قبلیمون بگیم میخواد به نزول خودش ادامه بده که دیدگاه درستی از بالا به پایین میخوایم ترید بکنیم آماده میشیم به نظر جای جالبیه منتظریم زمانی که میخوایم سلر باشیم ما نیاز به دیده شدن ضعف بایرا یا تله بایرا داریم به نظرم اینجاها میتونه یه تله بایرا باشه چرا چون کلوز کندل این بالا فشار ها اگه ندیدی بحث فشارخونی خیلی راحتی مطالب رو بهت میگه نیازی هم نداری بعدش اتفاق خاصی بیفته برات خیلی جذاب اومد بالا یه فشار سلر اگه من بخوام سلر باشم حالا اینجا چون داریم بک تست میگیریم میخوام نمایشی باشه در واقع فهوای کلام جا بیفته مفهوم کلی جا بیفته یه دونه سل میذارم اینجا استاپمونم میذاریم این بالا رو کجا میذاریم استاپمون میذارم بالای این تیپی رو میذاریم کجا؟ روی اولین ناحیه‌ای ای که این پایینه، نگاه کنین این تیپی ماست عدد هم کاری نداشته باشین، تسته، میخوایم ببینیم یه معامله یک به یک بیش از یک به یک به ما میده حالا تست بکنیم بریم ببینیم چی میشه، آیا معامله بعدی به ما میده، قیمت میاد، حرکت میکنه، ناحیه اول ما رو میخواد بگیره، نگاه کنیم با قدرت سلرا با قدرت اومدن اینجا اونجاست که میای سری ریسک فری میکنی در صورت که اینو بگیره دوباره میتونه برگرده بالا اگه داری تو رنج ترید میکنی بهترین نگاه کنی چقدر سری اومد یه سری الان اینجا میگن تیپی نگرفتیم میاد بالا حالا میاد برای ریسک فری گرفتن نگاه کنین قیمت بار دوم حرکت میکنه چقدر بازی میکنه دوباره رسید به هولوهوش نقطه ورودمون دو تا کندل نزولی این همه کندل سعودی میتونه حتی یه فرصت سل دیگر رو هم بده به ما نگاه کنیم کاملا یه فرصت سل دیگه اینجا فراهمه دوباره با همون استاپ چرا چون اون های های اصلی ماست حالا این بالا ما فالس بریک آوته. چند کندلی رو گرفتیم اگه بخوام شاید تو دلت بپرسی آقا سناری سه کجاست چون بالا رو گرفته اگه من بخوام ترید بکنم سناریو 3 برای عبور از این کفه برای همین تیپی ما میذارم اینجا که بعدش سناریو سه رو خواستم بگیرم راحت از کف ترید بکنم به نظرم الان اینجا هم میتونه یه دونه سیگنال دیگه باشه اینجا کاملا یه دونه نقطه ورود داد اگه بخوایم بگیم اینجا که دوباره جمعش کرد حالا ببینیم داره میره شاید هم استاپا رو بگیره ببینیم بایرا مجدد مجدد اومدن به نظرم تله بایرا و کم کم قیمت نگاه کنین حتی الان تو بکتس نمودار پنج دقیقه یه فرقی هم نداره چه چارتیه فقط میخوام بهت نشون بدم از بالا به پایین باید ترید بکنی از پایین به بالا حالا تو آموزش های آینده در مورد این بیشتر صحبت میکنم آموزش های تکمیلی رو هم حتما ببین دیدگاه خیلی ساده و شفافه فقط باید بدونی فومو نگیری برای اون ادامه روی قانون ترید بکنین تکنیک بهش میگن صبر اما ما اینو تکنیک کردیم سناریو فالس بریکاوت و قیمت الان یه بار دیگه نگاه کنید چقدر قشنگ سلرا رو مرتب اینا رو داره بایرا رو میگیره به سلرا آفر میده حالا قیمت الان یه ناحیه اینجا یه ناحیه اینجا یه ناحیه اینجا محکومه به اینکه بیاد این سه تا ناحیه،, ناحیه رو بگیره بعضا اگه حتی ناحیه نزدیک پایین مثل اینجام داشته باشه بعد نیست تیپی رو بذاریم اینجا برای بریک آوت چرا چون ناحیه نزدیکشه می‌بینید چقدر زخامت تلاش کرده قیمت میتونه حتی نگاه کنیم این ورام هست حالا من فقط به خاطر اینکه دقیقا همون برنامه اجرا بشه میذارم همونجا تیپی رو کاری ندارم چقدر میخواد حرکت کنه بیش از یک به یک میشه حالا حرکت رو ببینیم قیمت نگاه کنی حتی تو بک تست داره این همه حرکت میکنه این همه تایم گذشته پنج دقیقه هنو نرسته میتونه کلافت کنه دست ببری رو معاملات بازار داره چیکار میکنه داره لو میسازه داره انرژی میذاره وقتی قیمت حرکت میکنه از یه ناحیه به ناحیه دیگه نیاز به انرژی داره اون انرژی رو یه بخشی از اون انرژی رو از استاپا از فعال کردن اوردرا یا از تیپیا میگیره به حال اینجا معاملات سلی که گذاشته شده احتمالا تی پی پایین تره یا حتی پایین تر از من برای بریک اوت گذاشته شده قیمت نیاز داره با رو گرفته و کم کم قیمت به نظرم اینجاها دیگه داره شکسته میشه و ببینیم حتی تو بک تست هم میتونه اذیت کنه و اینجا کاملا الان مشخص میشه که قیمت در واقع چار چارت بیت کوین بود حرکت حرکت بسیار جذاب نگاه کنید قیمت اومد ناحیه من رو شکست حالا اگه بخوایم سناریو سه بگیریم باز دوباره الان توی این مسیر سلر نیستم اجازه میدم دو تا حالت یا جمع بکنه قیمت بیاد اینجاها ضعف بایر بده یه سناریوی سه بده به سمت پایین یا اینکه کاملا بازار ریورس کنه بیاد بالا یه ساختار جذاب و بزنه و اصطلاحا بگیم فالس بریک اوت بکنه دوباره بیاد بالا اما زمانی که جمع شدگی فالس از یه سمت ناحیه یا بگیم رنجی رو داریم قیمت قاعدتا به اون حرکت خودش ادامه میده ممنون که همراه بودی نظر تو بنویس این تکنیکو پیاده بکن از بالا به پایین سلر باش از پایین به بالا بایر دیدگاه تو بنویس آموزش های تکمیلی هم نگاه بکن و هر جستی سالم و تندرست باشی تا درود دیگر بترود